بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز محترم، صبحتان بخیر. خدا کنه جور صحتمند باشین. یک لکچری از مضمون پروتئیدستان براتون ارائه میکنیم، خدا کنه مفید باشه و در این روزایی که شما در قرنطینه هستین از این درس ها استفاده کرده بتانیم. پروتئید توتال یا به نام توتال ریموویبل دنچر ها را در این سمستر ما شما میخوانیم که با ادامه امو پروستودنتیک یا ارتوپیدی دندان که ما شما در لکچر های این سمستر های گذشته خواندیم، این هم تو با اون سیستم ادامه میتیم. توتال ریموویبل دنچر ها را اگر یادتان مانده باشه، ما شما کلاسیفیکیشن کرده بودیم که از جمله پروتئید هایی است که در جوف و دهن مریض قابل گذاشتن و برداشتن نداره، یعنی مریض میتونه خودش را داخل جوف و دهن خود ایره بانه و پس دوباره حسب ضرورت ایره از جوف و دهن خود خارج کنه. و توتال، اسم توتال از خاطر اینجا ذکر شده چون مکمل یک فک اعاده میکنه، یعنی دندان های مکمل یک فک ای تحت پوشش خود قرار میتونه، میتونه هم از فک کلوی باشه، میتونه هم از فک سفلی باشه. قبل از اینکه ما شما سر پروتئید های توتال یا دنچر های فول آرک گپ بزنیم، مجبور هستیم که ما شما آناتومی عظام وجره یا آناتومی امو نواحی را که همین پروتئید بالای از او اتکا داره بفهمیم. چون وقتی که مریض پیش ما شما مراجعه میکنه، دندان هایش مکمل از دست داده می باشه و تخریب شده می باشه، ما شما وقتی دنچر برش می سازیم، یگانه اتکایی که ما می خواهیم بگیریم یا دنچر بالای از استوار می باشه همین استخوان های فک است که استخوان عظم مگزیلا و استخوان مگزیلا و استخوان مندیبولا است. از اون خاطر پیش از اینکه بریم ساختن پروتئید بفهمیم و که پروتئید چه خصوصیات داشته باشه، باید ما شما یک ریویو یک مطالعه بسیار سریع از عظام وجره داشته باشیم. آناتومی عظام مرتبط با پروتئید، یعنی همو عظم ها یا همو استخوان هایی که در پروتئید ارتباط داره، ما شما او را می خوانیم. اولین عظم ما شما مگزیلا یا عظم فکولوی یا حلاشه فکولوی است. عظم چارزولی است که راست و چپ به سر خط متوسط قرار داره و از یک جا شدن قسمت فوقانی آن را می سازد. یک عظم چارزولی است، یک دانش به طرف راست و یک دانش به طرف چپ موقع داره و در سر خط متوسط راست و چپش با یکی دیگه یک جا می شه. دارای چهار پروسس یا چهار بارزه می باشد: پروسس زیگوماتیکوس، پروسس فرانتالیس، پروسس الویولاریس و پروسس پلاتینالیس. اینی پروسسه که خود ریشای دندان ها دو قرار میگیره و نام پروسس الویولار حساب میکنه. اینی پروسسش که با عظم پلاتین وصل میشه و هنک میسازه، ایره و نام پروسس پلاتینال حساب میکنه. این پروسسش که با عظم فرانتال یک جای میشه، اینه با عظم فرانتال یک جای میشه، ایره پروسس فرانتال حساب میکنن. و اینی پروسسش که با عظم زیگوما یک جای میشه، ایره با نام پروسس زیگوماتیک حساب میشه. یک عظم چارزولی است که دارای چهار بارزه میباشد: پروسس زیگوماتیکوس، پروسس فرانتالیس، پروسس الویولاریس و طرف داخل هم پروسس پلاتینالیس می باشد. هر کدام از این پروسس ها را با ما دانه دانه یاد شده کده. پروسس الویولاریس قوس دندانی را تشکیل می داد که دندان های مگزیلا دو قرار می گره. قوس دندانی یا دنتال آرکه با ما پروسس الویولاریس تشکیل می داد. پروسس زیگوماتیکوس عظم است که با عظم زیگوما وصل می شه و برجستگی رخساره می سازه. این قسمت روی ما و شما وجه ما و شما یک برجستگی داره که از اتصال دو عظم، یکی عظم زیگوما و عظم مگزیلا یک جا شده، آرک زیگوماتیکوس هم میسازن. این قسمت است که در کناره های جوف اوربیت هم ای سهم میگرن، یعنی جوف اوربیت هم کنار سفلی شه ای میسازن. و در تشکیل کویوم اوریس هم تکل دارن، در تشکیل جدار سفلی وحشی انف هم سهم میگرن، یعنی در جدار وحشی انف هم ای تشکیل میتن و در جوف اوربیت هم این تشکلش سهم میگیره. پروسس زیگوماتیکوس در مقابل اولین دندان مولر اول اولوی قرار دارد، توسط مخاط پوشانیده شده است و یک تکتگاه خوب برای پروتئید نمیباشد و نباید تحت فشار قرار بگیرد. این جمله بسیار به ما شما مهم است. اینی پروسس زیگوماتیکوس در مقابل اولین دندان مولر قرار دارد، این دندان مولر اول در مقابلش اولین دندان مولر ای قرار داره که این ناحیه توسط غشای مخاطی پوشانیده شده و نباید تحت فشار پروتئید قرار بگیرد، یعنی دنچر یا پروتئید را که ما با فک قلبی میسازیم نباید اینی ساحه را تحت فشار خود قرار بده، به خاطر اینکه با تحت فشار قرار دادن این ساحه هم مریض اذیت میشه و هم باعث بیجا شدن پروتئید ما و شما میشه. یک نکته کلینیکی را باید اینجا یاد بگیریم، یعنی اگر از پیشان سوال شد پروسس زیگوماتیک عظم مگزیلا در تحت پروتئید باید قرار نگیره که باعث بیجا شدن پروتئید میشه. پروسس الویولاریس مهمترین تکیهگاه پروتئید است و در قسمت تحتانی پروتئید موقعیت دارد و در دهان بدون شکل برجستگی عظمی به نام رزیدوال الویولار بون میشه.
اینی پروسس الویولار است که تکیگاه اصلی عظم پروتیزای توتال دفع کلوی تشکیل میدن. وقتی که ما شما این دندان ها را از قسمت اکسترکت میکنیم میکشیم، مریض که پیش شما مراجعه میکنه خود دندان نداره، دندانش کوچه کشیده شده، جای باقی مانده پروسس الویولار است به نام رزیدوال الویولار بون یاد میگن. رزیدوال معنی باقی مانده، الویولار بون یعنی استخوان الویول باقی مانده که از پروسس الویولار است باقی میمونه. وقتی که شما اینو میکشین بازو به نام پروسس الویولار یاد نمیشه، او به نام رزیدوال الویولار بون یاد میشه که تکیگاه اصلی پروتیزه در فک الوی امی تشکیل میده. پلاتینال پروسس یا پروسس کامل تکیگاه خوب برای پروتیزه است و به شکل افقی قرار دارد. همین قسمت حنکتان اینه، در این سلاید برتان اینجا نشان میدم اینه، اینی پلاتینال پروسس عظم مگزیلاس و این هم خود عظم پلاتین است. اینی پلاتینال پروسس هم بسیار یک تکیگاه خوب به خاطر پروتیز در فک الوی به ما شما میباشه. یکی الویولر پروسس و دیگه پلاتینال پروسس به ما شما تکیگاه است به خاطر ساختن دنچرها به فک الوی. یک سلسله نقاط یا یک سلسله گپای مهمی در عظم مگزیلا را فهمیدیم که چهار پروسس داره، یک عظم چهارزولی است. اما یک سلسله نقاط آناتومی که او است که باید ما شما او را از لحاظ آناتومی بفهمیم تا اینکه در هنگام ساخت پروتیز با کدام مشکل مواجه نشیم. مثلا انسیسیف فورامن، میت پلاتین رافا، گریتر پلاتین فورامن، شارپ اسپاین فایبر پروسس ها، پتریگو مگزیلر ناچ یا نام همولار ناچ هم یاد میشه و توریس پلاتین. اینی به نام انسیسیف فورامن یاد میشن. انسیسیف فورامن که از اینجا عصب و شریان و عصب نزوپلاتین از این قسمت خارج میشه که به نام انسیسیف نرف هم یاد میشه، نزوپلاتین نرف هم یاد میشه، از این قسمت ای عصب خارج میشه. اینی در قسمت سر خط متوسط در خلف دندانهای انسیسور قرار داره. انسیسیف فورامن که باز توسط غشای مخاطی پوشانیده شده منم پاپیلات میشه و باز در سای بعدی برتون میگم. این انسیسیف فورامن میگن. دیگه میت پلاتین سوچر، وقتی که عظم مگزیلای طرف راست و طرف چپ با یکی دیگر وصل میشن در سر خط متوسط یک سوچر یا یک درزه میسازن. این دو سوچر ایره بنام میت پلاتین سوچر یاد میکنن. دیگه نقطه کلینیکی از گریتر پلاتین فورامن، اینه اینیچه گریتر پلاتین فورامن که عصب گریتر پلاتین از قسمت خارج میشه و ریشه های پلاتینال دندان های مولر و پریمولر هم شما تحصیب میکنه. گریتر پلاتین فورامن این قسمت کار داره. شارپی سپاین پروسس ها، در این قسمت های برجستگی های شما در زبان تانم اگر در کام تانم یعنی تماس بتین یک برجستگی های در قسمت قدامی کامتان متوجه میشین. این یه سپاین یا برجستگی ها رو به نام شارپی سپاین پروسس یاد میکنن. شارپی سپاین پروسس این قسمت قرار داره. و دیگه پیتریگو مگزیلر ناچ یا همولار ناچ، اینی رو به نام همولار ناچ یاد میکنن. در خلف دندان مولر سیومتان در خلف یک ناچ یک فرو رفتگی است که به نام همولار ناچ یا پیتریگو مگزیلری ناچ یاد میکنن. این چیز کرسر رو تعقیب کنین براتون نشان دادم. و دیگه تورس پلاتین یک برجستگی عظمی غیر نرمال یعنی پاتولوژیک میباشه، بعضا در قسمت های کام یک برجستگی عظمی میباشه، در حالت نرمال وجود نداره، در حالت های پاتولوژی در قسمت کام یک برجستگی میباشه و به نام تورس پلاتین یاد میکنن که از لحاظ ساخت پروتیز او را هم باید ما شما مد نظر بگیریم که آیا در کام تورس پلاتین وجود داره یا نداره. اگر داشت باز بخاطر از او یک سلسله خصوصیات شده نظر میگیریم. همین نقاط را که گفتیم ولی دانه دارن اینجا در سلاید برتان تشریح کرده. انسیسیف فورامن در خلف دندان های قدامی الوی قرار دارد، محل عبور و عبور اویه و اعصاب انسیسیف است که با تحلیل ریش امکان دارد در قله ریش قرار بگیره. اینش انسیسیف فورامن قرار داشت که محل عبور شریان و اعصاب انسیسیف بود، در صورتی که ریش ما شما تحلیل کنه امکان دارد که ای به طرف قله ریش هم مهاجرت بکنه. دیگه مت پلاتین سوچر محل اتصال دو نیمه است، یعنی نیمه راست و نیمه چپ وقتی که با هم یک جا میشه اینجا منم مت پلاتین رافا یا مت پلاتین سوچر هست. گریتر پلاتین فورامن این قسمت گریتر پلاتین فورامن است که شیریان و عصب گریتر پلاتین از این خارج میشه. دیگه شارپی سپاین پروسس هم در این قسمت قرار داره که برجستگی های کوچک است که توسط غشای مخاطی پوشانیده شده. همولار ناچ هم در قسمت خلف دندان ها قرار داشت، خلف دندان های مولر قرار داشت. اینی تورس پلاتین است، اینجا هم تورس پلاتین شما مشاهده میکنید، اینجا هم شما تورس پلاتین مشاهده میکنید. یک برجستگی عظمی غیر نرمال یعنی پاتولوژی که در کام مریض مشاهده میشه که قبل از ساخت پروتیز این برجستگی ها باید ریلیف شوه و برداشته شوه تا اینکه مانع نشست پروتیز ما شما نشه.
این میتونه به شکل فلات، میتونه به شکل سپایندل و میتونه به شکل لوبیولر باشه. یعنی به شکل لوبیولر هستن، یک لوب، دو لوب، سه لوب، چهار لوب، این هم به شکل لوبیولر هست. بعضی به شکل فلات نباشه، بعضی هم به شکل سپایندل نباشه. در صورتی که مانع نشست پروتز شود، باید قبل از ساخت پروتز برداشته شود. پیش از اینکه ما شما ببینیم که پروتز ما را در نشستش میکنه ممانعت میکنه، باید ترازی از اینجا برطرف کنیم و بعد از او جاف دهن مریض قالب بگیریم. اما قسم که عظم فک علوی را خواندیم، میریم عظم فک سفلی را هم میخوانیم. عظم فک سفلی ما که یک تکیگاه به خاطر پروتز از بالای زوم و دندان میسازیم، عبارت از عظم مندیبولا است. مندیبولا یگانه عظم متحرک در رأس است که مانند نعل عصب مانند میباشه که از هنگام تولد تا خروج دندان ها و از بین رفتن دندان ها دچار تغییرات میشه. یگانه عظم متحرک در رأس و جمجمه مو شما اینمی چیست؟ مندیبولا. دیگه تمام عظامی که در رأس و جمجمه قرار داره کلش از جمله عظام ثابت هستن، یعنی متحرک نیستن بجز چکش و سنگدان و رکاب که در گوش متوسط است، اونا نیمه متحرک هستن، اما عظم مندیبولا کاملا متحرک است که توسط مفصل تیمجیره که میسازد قسم سر گذشته ما و شما خواندیم، توسط زی یک ناحیه متحرکیت داره و باعث حرکت میشه. از این قسمت است. قسمت های از فک پایین را باید مورد توجه کدام قسمت های زی عظم مندیبولا که در پروتز ما و شما مهم است و ما و شما را باید تحت توجه خود قرار بدیم؟ یکیش کندایل است که نقش مهم در اکلوزیون و حرکات فک داره. اینه کندایلر پروسس که همراه با گلنوید فوسای عظم تمپورال یک جای میشن، مفصل تیمجی رو میسازه. ای به ما و شما مهم است بخاطر که در حرکات رول داره. دیگه قسمت راموس که حد خلفی پروتز رو تعیین میکنه. اینه این قسمت راموس است. شما میفهمین که مندیبولا از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت بادی است و دیگه قسمت راموس است. نایی که راموس همراه بادی یک جای میشه، ایره با نام انگل یاد میکنن، یا زاویه مندیبولا، انگل اف مندیبولا. قسمت خلفی راموس که اینجا سرحد خلفی پروتز ما شما مهی تعیین میکنه، ای و ما مهم است که هیچگاه سرحدات پروتز ما نباید تا قسمت راموس ادامه پیدا کنه، باید در قسمت بادی ختم شود. دیگه پروسس کرونوید که هنگام باز شدن حد فاصله از مگزیلا و متمرکز ضخامت پروتز این ناحیه است، اینی پروسس کرونوید پروسس است که در خلف پروسس زایگوماتیک قرار میگیره و پروتز نباید در این قسمت توسعه پیدا کنه و اینجا رو نباید تحت بوشش خود قرار بده. و دیگه الویولر رج یا قله رج است که زیاد متحمل فشار کردن نمیتونیم. وقتی که شما این دندان های مریض بکشین و ایده از دست بده، این الویولر پروسس به رزیجوال الویولر بون تبدیل میشه که به نام الویولر رج یا پل الویولر هم یاد میشه که زیاد باید تحت فشار قرار نگیره و مریض آزاردهنده و اذیت کننده است. این نقاط بود که در فک سفلی به ما شما مهم بود. بعض نقاط دیگه هم در فک سفلی مهم است، او را هم دانه دانه میگیم. مثلا مایلو هایوید یاد یا لاین یا انترنال ابلیگر رج. اینه مایلو هایوید لاین یا انترنال ابلیگر رج، اینی خط است. اینجا باز اتکاز عضله مایلو هایوید است که زمین جوف دهن برتان تشکیل میده. دستم سر گذاشته ما شما را خواندیم یه عضلات مایلو هایوید لاین یا محل اتکاز عضله مایلو هایوید است. از قسمت فورامن مندیبولار شروع میشه، از اینجا استاسا ادامه پیدا میکنه تا به قسمت سمفیز. اینجا محل اتکاز از علی مایلو هایوید است. سرحدات پروتز ما در قسمت داخلی نباید از این به طرف داخل ادامه پیدا نکنه. اکسترنال ابلیگر رج همین قسمت که در قسمت داخلیش بود، در قسمت خارجیش هم خطه از او اکسترنال ابلیگر رج یاد میکنه. او سرحد خلفیش در سطح خلفی ما شما اتکاز نشان میده. منتال فورامن، یعنی منتال فورامن است. منتال فورامن که عصب انفیریور الویولار وقتی که داخل کانال الویولار انفیریور سیر میکنه از اینجا خارج میشه. که پروتز در اینجا هم نباید عصب منتال تحت فشار قرار بده، یگان محرک تحت فشار قرار بده باعث درد و آزارده شدن مریض میشه. انگل آف مندیبولا، این زاویه مندیبولا، ناحیه که رموز همراه بادی. این رنگ میبینید رنگ رموز است، این رنگ رنگ بادی. هر دو جناحی که یک جا میشید به نام انگل آف مندیبولا یاد میکنند. جینیان توبرکل، دو دانه توبرکل های بسیار کوچک کوچک در سطح داخلی مندیبولا قرار داره که محل اتکاز عضله جینا هایوید است. جینیان توبرکلوس. تورس مندیبولار است، این رقم. اما قسم که تورس پلاتین داشتیم، این در حالت نرمال یا فیزیولوژی وجود نداره، در حالت پاتولوژیک وجود نداشته باشه. هنگامی که مانع نشست پروتز باشه، باید این برداشته شود و بعد از او به مریض قالب گرفته شود و پروتز و دنچر ساخته شود. اینو به نام تورس پلاتین یاد میکنن. بعضی از مریضا قسم در زیر زبانشون دو دونه کتله برجسته عظمی میباشن که منشأش از عظم مندیبولا است. تورس مندیبولار است میشه. و دیگر رزیجوال الویولر رج،
یا رج باقی مانده که بعد از دندان ها شما میکشین، او هم به موش ما بسیار مهم است که در اتکای پروتئیز رول عمده دارد. بون رزروشن یا تحلیل عظم بخیر باز روز بعدی براتون تشریح میکنم، در لکچر دوم، چون لکچرهای ما یکم پس مونده، ایره هم شاید یک روز بعد دو روز بعد من تشریح کنم و در گروپ براتون بندازم. درس ما تا به بون رزروشن یا به تحلیل عظم تا اینجا کفایت میکنه و ایره براتون مارک میکنم. بنگه از اینجا باز روز بعدی بخیر شروع میکنم. و من الله توفیق.